نخستین روزهای سال جدید سیل بسیاری از مناطق کشور را فرا گرفت. گیلان هم سومین استان از لحاظ میزان بارش باران بود، اما خسارت چندانی ندید. دلیل چه بود؟ ما از دو سه سال پیش دو تا تره بزرگ رو در استان داریم اجرا میکنیم. یکی تره تنفس جنگل بود که این خودش توقف بهره برداری از جنگل رو داره که استان گیلان از بین استانهای شمالی کشور پیشرو بود، و یکی از دلایل دیگرش هم میتونیم بگیم آبخیزداری بوده در سطح استان گیلان، چرا که ما در سال گذشته در 9 تا شهرستان استان تونستیم 19 پروژه آبخیزداری رو تعریف بکنیم در جایی که حساس به سیل بودن، و خوشبختانه آثار مثبتش رو تونستیم امسال ببینیم. اما آبخیزداری چیست؟ آبخیزداری تلاش میکند خیزش آب را در بین کوه‌ها، دره‌ها و آبراه‌ها کنترل کند و به آن جهت دهد تا مانع از دست رفتن پوشش گیاهی در مناطق بالادست شود و از ایجاد بدنه لخت کوه‌ها و خاکشویی جلوگیری کند تا شاهد سیلاب‌های عظیم در مناطق پایین دست نباشد. همچنین آبخیزداری با کاهش سرعت حرکت آب و رسوب آن در زمین باعث بالا رفتن میزان ذخیره‌سازی و تأمین منابع آبی کشور می شود. در واقع آبخیزداری با مدیریت منابع آب و خاک راهی است برای حفظ منابع طبیعی کشور عزیزمان. اقداماتی که داره انجام میده خدا رو شکر مشکلات روستاها و شهرها داره کمتر شده. موقعی که این سازه ها رو ساختن از طرف آبخیزداری ما تقریبا سیلاب دیگه ندیدیم و اذیت نشدیم. سعید مرادی، شبکه خبر، بیورزین رودبار.